یک عامل جنگ خشونت است. برای بروز جنگ عوامل متعددی وجود دارد، همچون ناامیدی، نفرت، نزاع، دشمنی و ستیز قومی و مذهبی. ریشه های زیادی برای خشونت میتوان متصور بود. وقتی زمینه ای فراهم میشود، خشونت افسایش پیدا میکند و همراه با آن هرج و مرج، جرم و جنایت، تجاوز و قتل نیز افسایش مییابد. نتیجه درگیری بیشتر شبیه جنگ است. پدیده افزایش و تشدید خشونت توسط دانشمندان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته. جان بریتوید، پروفسور دانشگاه ملی استرالیا، در زمینه جرم شناسی تحقیق کرده و چندین کتاب و مقاله در خصوص نوعی از خشونت با نام خشونت آبشاری نوشته است. صحبت امروز من در مورد پدیده خشونت آبشاری است. چیزی که از یک جا به جای دیگر مانند آبشار فرو می ریزد. مثلا آب می تواند به طور افقی بریزد یا در یک آبشار از بالا به پایین فرو ریزد یا در یک فواره به طرف بالا حرکت کند. خشونت هم مانند آب است. می تواند افقی یا عمودی از بالا به پایین گسترش یابد. مثلا می تواند از جرم به جنگ و یا از جنگ به جرم و یا انواع مختلف خشونت تبدیل شود. But it cascades from one place to another. It cascades from country to country as civil war in one country affects civil war in another country. But it also cascades from hotspot to hotspot. برای اینکه بفهمیم چطور درگیری‌ها را به شکل صلح‌آمیزی حل کنیم، درک و شناخت ریشه‌های آن بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر اعمال مجازاتی محسوس و واقعی برای جنایتکاران، یافتن فرصت‌هایی به منظور ایجاد آرامش بین گروه‌های متخاصم برای دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز و پایدار لازم و ضروری است. دکتر بریتوید اشاره می‌کند که درک و شناخت طبیعت فزاینده خشونت شاید گامی باشد به سوی کاهش میزان جنگ و خشونت در جهان. من پروژه‌ای را به نام وابسته‌های ایجاد صلح رهبری می‌کنم. ما به کرات با انواع خاصی از جرم و جنایت روبرو می‌شویم که شاید منجر به جنگ داخلی شوند. یکی از آنها ترورهای سیاسی است، یکی دیگر تجاوز و نمونه دیگر خشونت‌های گروه‌های دینی و قومی است. مثل وقتی که یک گروه شبه نظامی مذهبی یا قومی خاص به یک روستا یا شهر حمله می‌کنند و خانه‌های مردم را غارت می‌کنند. این خشونت به خشونت بعدی منجر می‌شود و همینطور ادامه می‌یابد تا اینکه به یک کشمکش نظامی بدل شود. با توجه به سابقه جرم شناسی دکتر بریتوید، از ایشان پرسیدیم چطور مطالعات جنایی با مطالعات مربوط به جنگ در ارتباط است. من با یک سابقه جرم شناسی به مطالعه مبحث ایجاد صلح در تحقیقاتم پرداختم. به عنوان یک جرم شناس سعی در حل مشکلات جنایی از طریق نظریه عدالت شفابخش داشتم. بر طبق این نظریه، چون جنایت آسیب می‌رساند، پس عدالت باید درمانگر باشد. شما باید طرف‌های درگیر در جنایت را وارد بحث کنید و از آنها بپرسید که چه کسی از این جنایت آسیب می‌بیند و نیاز و خواسته‌های طرف‌های درگیر چه بوده است. بعد از اینکه مجمع آشتی و حقیقت‌یابی آفریقای جنوبی جنگ‌های داخلی علیه آپارتاید را دنبال می کرد، اسقف اعظم دزموند توتو و نلسون ماندلا این کمیته آشتی و حقیقت‌یابی را وسیله‌ای برای پیشبرد عدالت شفابخش دیدند که می تواند افراد جامعه را به هم برگرداند و قربانیان قانون ظالمانه آپارتاید را صرف نظر از رنگ پوست به صورت یک جامعه متحد کند. پس اکنون آنچه ضروری به نظر می رسد این است که همه باید با هم برای ساختن جامعه‌ای بدون تبعیض نژادی و بدور از جنگ‌های داخلی تلاش کنیم. هم اکنون که آتش مخاصمات سراسر دنیا را فرا گرفته،
ما چطور می توانیم خود را از واکنش های عمومی نسبت به خشونت که روز به روز هم بدتر می شود حفظ کنیم؟ There is a need to disrupt that cycle of revenge and hatred. And it's very hard to do. ضروری به نظر می رسد که باید چرخه انتقام و نفرت را از بین ببریم، که البته کار دشواری است. این گونه جنایات مخوف علیه جمعیت غیر نظامی حس انتقام‌جویی را در جامعه پرورش می‌دهد. وظیفه ما در کشورهایی که مورد حمله قرار گرفتند این است که با آنها با صلح و آشتی مقابله کنیم و سعی کنیم به یک درک جمعی برسیم و وارد مذاکره شویم. ما باید به عنوان عاملان صلح انعطاف پذیر باشیم و باید بدانیم بر طبق شواهد هر مذاکره صلح موفقی که به یک صلح پایدار منجر شده است معمولاً حاصل تعداد زیادی از مذاکرات صلح ناموفق است. ما به کرات مذاکرات ناموفقی در مورد صلح سوریه داشتیم که توسط افرادی برجسته همچون کوفی انان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد. اگر افرادی همچون او نتوانند این مشکل را حل کنند، پس چه کسی میتواند؟ ما باید این گونه بنگریم که هر برنامه صلح جدید سازمان ملل را در مسیری جدید وادار به همکاری می کند و اقدامات سازمان ملل در این موارد بسیار دارای اهمیت است. ما باید حقانیت و قدرت اجرایی سازمان ملل را به عنوان یک مؤسسه جهانی حفظ کنیم. به همین خاطر می توان گفت تمام ناکامی هایی که سازمان ملل داشته است یک سرمایه گذاری خوب بوده است و جامعه بین المللی باید بیشتر در حفظ صلح سرمایه گذاری کند تا از وقوع کشمکش ها و منازعات در همان مراحل ابتدایی قبل از اینکه به مشکلاتی جدی و لاینحل تبدیل شوند جلوگیری کند. رسیدن به صلح امکان پذیر است و دکتر بریتویت بسیار خوشبین است که از هر منازعه و کشمکش میتوان بالاخره به یک راه حل دست یافت. این مهم است که هر کاری میکنیم با روحی نفرت همراه نباشد. ما با حس انتقام جویی اقدام نمی کنیم. البته ما ارزش های مشترک تمام ادیان مثل رحمت و بخشش را جدی می گیریم. اما مهمترین چیز که برای آن کار می کنیم صلح و آشتی است. هر چقدر هم که کشمکش و نزاع موجود بین دو گروه جدی و سخت باشد، ولی امید داریم که در آینده این نزاع و دشمنی از بین خواهد رفت و تمام دشمنان قدیمی بر سر میز مذاکره خواهند نشست و دوباره با هم صلح خواهند کرد. It's a matter of when it will happen.